به نام خدا عباس یزدان پناه هستم و این دفعه میخوام براتون در مورد استراکچرد کانکرنسی صحبت کنم ارائه این دفعه ما دفعات قبل اینه که این دفعه من میخوام روی تخت سفید تقریبا براتون ارائه بدم و ببینم که آیا این روش روش خوبی هست یا نه حتما فیدبکاتون رو به من بدید خب استراکچرد کانکرنسی چیه؟ اول باید براتون بگم که ما یه مفهومی داریم به نام همزمانی که میشه همون کانکرنسی یه مفهوم دیگه ای هم داریم به نام پردازش موازی یا پاراللیزم تو این دو تا روش فرقشون اینه که اینجا ما چندین تا پردازنده داریم و چند تا چیز رو واقعا به صورت موازی اجرا میکنیم. اما توی اینجا تنها چند تا چیز داریم که میخوایم به صورت موازی انجام بدیم ولی یه دونه پردازنده بیشتر نداریم پس معمولا وقتی کانکرنسی داریم کانکرنسی هم داریم اما وقتی که کانکرنسی داریم الزامن پارالل نیستن چیزها قسمت بعدی برای اینکه این رو بگیم باید بریم سراغ یه مدلی به نام گوتو یه چیزی به نام گوتو هممون از مذرات گوتو شنیدیم اگه این خط برنامه داشته باشیم و این برنامه مثالیمون باشه و توی اینها یه سری گوتو وجود داشته باشه این گوتوها ها به شدت میتونه نرمافزار خطی ما رو غیر خطی کنه مثلا این بپره اینجا این بیاد اینجا این بپره اینجا و همینطوری مثلا یه گوتو هم اینجا داشته باشیم این بپره اینجا و میبینیم که عملا یه چیز یه ملغمه خیلی بعدی از اینکه چیزا اینور اونور بپرن و دیگه خطی نباشن داریم. برای حل این مشکل آقای دایکسترا حالا دایکسترا رو درست ننوشتم یه راه پیشنهاد دادن به نام استراکچرد پروگرامینگ توی استراکچرد پروگرامینگ میگه به جای اینکه بیایم چه اینکه بیایم این پرش ها رو داشته باشیم بیایم این پرش ها رو کنترل شده داشته باشیم مثلا ایف داشته باشیم تو مدل ایف ما برنامهمون پرش داره قاعدتا به دوتا به یه سری خط کد و در نهایت اینا مجتمع میشن و میان و میرن یعنی کنترل کردیم نحوه پرش رو یا مثلا حلقه داشته باشیم که توی حلقه عملا اینجوریه که یه سری کد داریم که این کدها رو هی اجرا میکنیم به یه تعداد یا تابع داریم که یه کدی داریم از این نقطه هم میریم یه کد دیگر رو فراخونی میکنیم برمیگردیم همین نقطه و برمیگردیم استدلالی که وجود داره اینه که عملا اینا همون گوتو هستن واقعا هم در لول اسمبلی و اینا اتفاقی که اونجا میفته جامپه توی زیر گوتو هم جامپ اتفاق میفتاد اما اینها جامپ های کنترل شده و قابل فهمی به و همین خاطر نرم افزار ساده تر شد و نرم افزار ساختار پیدا کرد حالا در قبال چیزایی مثل گروتین که توی گو داریم یا حالا هر روند دیگه ای یا هر روند دیگه ای میتونیم همین رو داشته باشیم تو روند کانکرنسی دقیقا اینجوریه که اگه این روند خطی ما باشه ما اینجا میریم یه چیز دیگه رو اجرا میکنیم که این کاملا موازی با این تابمون هست و این خیلی شبیه گوتوه و میشه گفت تقریبا همه اون اشکالا رو داره یعنی اینکه کد ما پیچیده میشه اگه پدره که فراخونی میکرد تموم شد ولی اون فرزنده که یه گروتین یا ترد بود تموم نشد چی اگه یکی رادش رفت جوین کنه چی به همین خاطر یک مفهوم جدیدی اضافه شده به نام structured concurrency موضوع بحث ما که structured concurrency تلاش میکنه مشکلات چیز رو با ایجاد یه مفهومی به نام اسکوپ حل کنه میگه که هر چیز موازی بایستی خودشون رو در یک اسکوپی ببینن و با از بین رفتن اون اسکوپ اون تردا اون گروتینا اون کروتینا یا حالا هر چیزی داریم تموم بشن یعنی چی یعنی اینکه اگر این اون تیکه اصلی نرم باشه مین ما باشه و اینجا یک ورکری ایجاد میشه نبایستی مدت زمانی که ورکر به حیات خودش ادامه میده از مدت زمانی که مین به حیات خودش ادامه میده بیشتر باشه یعنی اینکه اگر ما اینجا تموم شد و ورکرمون مین تردمون مرد نباید ترد این اگه مین باشه این اگه ورکر باشه نباید ترد ورکرمون ادامه پیدا کنه و بیشتر از اون ادامه پیدا کنه به همین خاطر از اون مفهوم اسکوپ استفاده کنیم و اسکوپ چیزی رو که برای ما حل میکنه اینه که به ما اجازه میده که مثلا اگر این مینه و فرض کنیم سه تا کار ازش در اومده اگر که مین خواست بتونه بهشون بگه که آقا تمومش کن و اینا برن اینجا تموم بشن به اون یکی بگه تموم کن و اینا تا یه جایی برن تموم شن به اون یکی دیگه بگه تمام اینجوری باعث میشه که ما بفهمیم که اتف... چه اتفاقی میفته و عملا یه چیزی که از کنترل ما مثل گوتو خارج بود حالا میاد در کنترل ما تو زبانهای مختلف این مسئله به مدلهای مختلفی حل شده مثلا توی زبانهایی که الان از استرکچر پروگرامینگ پشتیبانی میکنن یکیشون کاتلینه که کاتلین عملا واقعا در حد خود زبان یه مفهومی به نام کوروتین اسکوپ اضافه کرده کوروتین اسکوپ اضافه کرده توی زبان سی با استفاده از یه چیزی به نام لیب دیل یه مفهومی داره به نام باندل که دقیقا باندل همینه با از بین رفتن باندل و کلوز شدن باندل تمام اون کروتین هایی که اون داره از بین میرن توی پایتون یک کتابخونه به وجود اومده به نام تریو که این کتابخونه یه چیزی داره به نام نرسری به عنوان اسکوپ نرسری که میشه مریض خونه. یه مریض یه که تردا میان اونجا ازشون نگهداری میشه تا اینکه برن توی گو هم پیشنهاد شده که توی گو دو این رو اضافه کنن ولی با توجه به چیزایی که من خوندم البته من میدونید که همه اینا رو بلد نیستم فقط خوندم و دارم ارائه میدم یه چیزی داریم به نام ارور گروپ که با اون ارور گروپ میشه خیلی از این ویژگی ها رو پیاده کرد پس اگه بخوام خلاصه بگم چی گفتیم ما گفتیم که این مدل اینکه یه چیزی رام بشه بره پی زندگی خودش مدل قابل کنترل و خوبی نیست راه حل این بود که یه چیزی به نام اسکوپ اضافه کنیم و این اسکوپ رو کنترل کنیم که روند اجرای برنامهمون کنترل شده باشه اگه این مینمون باشه این ورکر بتونیم تضمین کنیم که اجرای این مینوورکرمون با همدیگه انجام میشه به نظرم میرسه این ترندیه که زبونهای مختلف به صورت موازی بهش دست پیدا کردن یعنی دوستان توی کاتلین یه جوری اینو پیدا کردن توی پایتون اون تریو یه جوری این کار کرده و اون آقای و اون نویسنده لیبه دیل به صورت موازی این کار رو انجام داده و تو زبونهای دیگه هم داره ازشون استقبال میشه ممنون که گوش دادید امیدوارم به دردتون خورده باشه حتما به من فیدبک بدید فیدبک های شما کمک میکنه که من چجوری بهتر ویدیو درست کنم پس فیدبک یادتون نره همچنین یادتون نره که اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید که من ویدیوهای جدیدی که درست میکنم رو هم شما ببینید بازم ممنون که گوش دادید خدا نگهدار